آقای امینی، میخواستم اینو مطرح کنم که هواداران افکار و آراء و برنامه های مصدق معمولا نمونه هایی از اعتبار قانون رو در دوران زمامداری 30 ماهه او ارائه می کنند، اما منتقدان او از جمله نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه دکتر مصدق یا آقای میرفتروس، اینها ایراد دارن به قانون مداری در عصر زمامداری مصدق. ببینید، نکته ای رو که ایراد میگیرند یا کوشش میکنند که به قول کشتیگیرها زیر بگیرن از این دوران و به نظر من اصولی برخورد نمیکنند به این مسئله، مجموعه رفتار دکتر مصدق رو در تاریخ زندگیش اولا در نظر نمیگیرند. یعنی ما باید نگاه کنیم به این واقعیت که دو موضوع در تاریخ ایران در مورد شخصیت های برجسته تاریخ ایران بسیار بسیار نادر بوده. یکی قانون گرایی اونهاست یا توجه اونها به قانون، باور اونها به ساختارهای حقوقی و قانونی است که حتی ممکن است اون قوانین رو قوانین عادلانه ندانند ولی به هر حال اجرای اونها رو بهتر میدانند از عدم قانون، و دیگری عدم فساده، که در این زمینه ما شخصیت‌های بسیار محدودی داریم که به هر دلیل میتوان گفت که فاسد نبودند و قانونگرا بودند. یکی از اونها به نظر من دکتر مصدق است، شخصیت دیگر محمد علی فروغی است. من ضرورتا اینها رو در یک وزنه قرار نمیدم، هر کس جایگاه ویژه خودش رو داره، ولی یا مشیر دوله پیرنیا است. اینها کسانی هستند که طرفدار قانون بودند، میتوان گفت اساسا فسادناپذیر بودند و شخصیت های استثنایی در تاریخ ایران محسوب میشوند. دکتر مصدق یک ویژگی که در این زمینه داشته است این است که در دورانی که زمامدار بوده نشان داده که طرفدار اجرای قانون است و در مواردی هم حتی اجرای قانون رو تا حد تضعیف خودش پذیرفته. موردی رو که این دو نویسندهی که اشاره کردید و چند نفر دیگر بهانه قرار میدهند و میگویند که دکتر مصدق بنابراین قانونگرا نبوده، موضوع فرمان برکناری دکتر مصدق در 25 مرداد 1332 است که پادشاه مملکت در اون موقع این فرمان رو صادر کرده و نصیری که در اون موقع اگر اشتباه نکنم سرتیپ بوده این فرمان رو به مصدق ابلاغ میکنه و مصدق این فرمان رو نمیپذیره، اون رو غیرقانونی میدونه و حتی نصیری رو بازداشت میکنه و این رو حمله بر بیقانونی او میدانند، چون میگویند که از نظر حقوقی پادشاه مملکت این حق رو داشته. نویسنده کتاب نگاهی به کارنامه دکتر محمد مصدق به اشتباه می نویسد که از نظر قانون اساسی در دورانی که مجلس وجود ندارد پادشاه می تواند نخست وزیر رو عزل و نصب کنه. حقوق سلطنت در ایران اصول 35 تا 57 متمم قانون اساسی است. در هیچ یک از این اصول 22 گانه به هیچ وجه نشانی از این حق وجود نداره. یعنی نویسنده کتاب متاسفانه قانون اساسی ایران رو نخوانده. اگر قانون اساسی رو میخواند میدید که اصلا اشاره‌ای در قانون اساسی ایران به حقوق پادشاه در صورتی که مجلس وجود نداشته باشد نیست. تنها موردی که در قانون اساسی ایران وجود دارد اصل 46 متمم قانون اساسی است که میگوید عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است. این اصلی است که از زمان نوشته شدن متمم قانون اساسی و توشیح اون به دست محمد علی شاه دگرگون نشده، چون برخی از اصول متمم قانون اساسی تغییر پیدا کرده، این اصل تغییر پیدا نکرده. این اصل در واقع منظورش این است که فرمان پادشاه رو، یعنی اون صدور فرمان رو در واقع مورد بررسی قرار میداد. این اصل یک بار در تاریخ ایران مورد آزمایش قرار گرفته، اونم نه در دوران مصدق بلکه در دوران نخست وزیری رضا شاه پهلوی است. وقتی رضا شاه پهلوی نخست وزیر ایران بود در دوره‌ای که مجلس چهارم برقرار بود، در پایان دوره مجلس چهارم و آغاز دوره مجلس پنجم، احمد شاه که در اون موقع در فرانسه زندگی میکرد، در نیس زندگی میکرد، فرمان عزل رضا شاه رو صادر کرد، چون
با او تماس گرفته بودن، از جمله مدرس، که رضا شاه قصد برکناری شما رو داره و قصد این رو داره که به پادشاهی قاجار پایان بده. تلگراف میزنه احمد شاه از فرانسه و رضا شاه رو عزل میکنه. تمام حقوقدانان اون زمان ایران، آشنایان به قانون اساسی، این فرمان احمد شاه رو غیر قانونی قلمداد میکنن، میگویند که پادشاه حق عزل نخست وزیر رو نداره، مجلس فقط میتواند نخست وزیر رو عزل کند. بنابراین این اصل در دوران نخست وزیری رضا شاه پهلوی به آزمایش در آمده و باخته. چگونه میتوان پذیرفت که سالیانی پس از اون در دوران زمامداری پادشاهی محمد رضا پهلوی این قانون صورت دیگری پیدا بکند؟ اگر این حقوق برای احمد شاه وجود نمی داشته، که نمی داشته، طبیعتاً برای هیچ پادشاه دیگری هم وجود نباید می داشته از نظر قانون اساسی ایران. و بنابراین این فرمان چون به تصویب مجلس نرسیده بوده و در اون موقع مجلسی وجود نداشته، قابل تفسیر بوده و بر پای این تفسیر هم دکتر مصدق و دیگر حقوقدانان این قانون رو نادرست اعلام می کنند. یکی از کسانی که متاسفانه دامن زده به این برداشت نادرست دکتر کریم سنجابی است، که خود او یکی از حقوقدانان جامعه ایران است و درس حقوق میداده. در مصاحبه‌ای که در با او میکنند در خارج از ایران در دوران به اصطلاح پایان عمرش، در اون کتاب خاطراتی که نوشته، امید و ناامیدی، به نظر من پرسش کننده سوالی رو مطرح میکنه که غلط انداز هست. میگوید که در قانون اساسی آمده است که آیا این درست است یا نه. ایشان میگویند که درست است، در حالی که در قانون اساسی چنین چیزی نیامده که در غیاب مجلسین پادشاه میتواند نخست وزیر تعیین کند. غرضم این است که در این مورد هم به نظر من نقدی که به دکتر مصدق میکنند که او قانونگرا نبوده به هیچ وجه درست نیست. این قانونگرایی دکتر مصدق تا پایه است که او در محاکمات خودش به پادشاه مملکت جز اعلی حضرت خطاب نمیکنه. اون نامه‌ای که اشاره کردم به حسن علی منصور مینویسه، کاپیتولاسیون، از او به عنوان نخست وزیر نام میبره چون قانونگراست، یعنی میپذیره قوانین مملکتی رو، همون قوانینی که به نادرست اون رو در زندان انداخته، ولی اون رو میپذیره و در برابر این قوانین نقد قانونی میکنه و حسن علی منصور رو به عنوان نخست وزیر مملکت مورد خطاب قرار میده. این رفتار قانونی است، این رفتار حقوقی است، چون او حقوقدان بوده. از این منظر میتوان گفت که از مستشار و دوله تا مصدق رفتار قانونگرایی، رفتار متاسفانه بسیار بسیار نادری در تاریخ ایران بود. یعنی ما در تمام تاریخ مدرنیته ایران فکر قانونگرایی، فکر تابعیت از قانون، پذیرش قانون، حتی قانون غیرعادلانه رو و کوشش برای تغییر اون رو به عنوان یک فضیلتی که جامعه مدرن در جهان غرب قبول کرده و پذیرفته و زمینه مدنی شدن جامعه قرار داده است، نپذیرفته ایم و هنوز هم با این موضوع گرفتاری داریم که آخرین نمونش تقلب انتخاباتی و بیقانونی است که از سوی آقای احمدی نژاد و بیت رهبری در لغو همین قوانین شرعیاتی که در قالب قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد منعکس است. یعنی حتی به این قوانین هم پایبند نیستند، تا چه برسد به قوانین انسانی و حقوق بشری. آقای محمد امینی عزیز، خیلی از شما سپاسگزاری میکنم. شب و روز شما خوش. سپاسگزار مهر شما هستم.